عشق این ساندویچ اومده بیرون. حجمو نگاه کن تو خدا. DR Lipo, I don't know what is this. تو رو خدا وضعیت فرودگاه آنتالیا رو داشته باشیم فقط. تازه هنوز های سیزن شروع نشده. الان هنوز فصل امتحانای بچه هاست. خیلی شلوغ فرودگاه. اگر الان آنتالیا نیستید پس کجا هستید؟ به این طبقه بالا که کار چکین رو بکنیم و بریم اون من. خب بچه من همین الان کارم تموم شد، گفتم داغ به داغ اول برای شما فیلم بگیرم. ببین لبم که الان خیلی ورم داره، به هم گفت تا فردام شاید همینقدر ورمش بمونه، خیلی رفت و برگشتی چون میکشن دیگه طبیعیه که اون قسمت حالا ورم و اینا داشته باشه. خیلی راضیم، لبام به شدت سفید بود اگه قبلش رو دیده باشین. یه دست انداز، امیدوارم که گوشی نیفته بدون پایه. چقدر سخت فیلم مرداری. آها داشتم میگفتم لبام خیلی سفید بود و واقعا اذیت بودم. بچه دختری که منو دید به هم گفت تو اصلا کیس همین کاری، اینجوری که میزد با دستگاهش دونه دونه رنگاش زیر پوست من معلوم میشد، انقدی که من بافت لبم سفید. مطمئنم هستم از دردش میپرسین، واقعا درد نداشت. بیهسی که برام زد و تا حالا نایده بودم، یه حالت پد بود که گذاشت روی لبم. بعدشم چقدر زیاد بلوند شده لبم، بعدشم روش پلاستیک گذاشت. کارش رو که شروع کرد من اصلا نفهمیدم، با اینکه به هم گفت اگه بازم احساس کردی درد داری بگو که من حین کارم برات بیهسی بزنم، ولی اصلا حین کار هیچ بیهسی برام نزد. اونجا که نشسته بودم یه دختره از آلمان اومده بود، گفتش که من اونجا انجام دادم، گفت اگه برگردم عقب واقعا انجام نمیدم، خیلی درد کشیدم. بعد همش به من نگاه میکرد، گفت یعنی واقعا هیچی درد نداری؟ گفتم نه بابا، اگه آدمی که درد داشته باشه که اینجوری نمیخوابه، آدمی که درد داشته باشه میگه آقا من درد دارم اینطوری و اینا. خلاصه که خیلی راضی بودم، گفتم که یکم بذارم چون جلوتر، اونجا هیچی معلوم نمیشد. برای رنگش هم چون مطمئنم که ازم میپرسین، این رنگ 3 درجه کم میشه. من اصلا خودم، بچه ببخشید که اینقدر پلاستیک به ماشینه، این ماشین مامانمه و کلن عقیده به کندن پلاستیکا نداره. تو 2-3 سال داشتم اینو میگفتم، رنگشو خودم هم دوست ندارم که اینقدر مشخص باشه. فکر کردم که بدون میکاپ هم باید طبیعی باشه، یعنی اینجوری نباشه که وقتی از حموم یا استخر میای بیرون مثلا اینا داغون هیچی نداری بعد یهو دو تا لب میخوره تو دهن یارو. نه، بر همون به دختره تاکید کردم که رنگ نچرال میخوام که خیلی طبیعی باشه، و به هم گفت این رنگ 3 درجه، از دورتر نگاه کنین 3 درجه هنوز کم رنگ تر میشه. خلاصه که بیا جلو آقا. خلاصه که الان خودم خیلی راضیم، بازم شرمندم به خاطر پلاستیکای زیاد ماشین، ولی الان احساس میکنم که رنگش خیلی خوبه. حالا این یه چند روزم بگذره،
ریختنش هم بهتون نشون میدم که در نهایت چی شد. همش رو توی ولاگ میکنم و خلاصه یه تجربه خوب داشته باشین دیگه. من انجام دادم، شما هم اگه دیدین نتیجه رو دوست داشتین میتونین به اینجا یه آدمی که خیلی تو کارش خبره و حرفه‌ای انجام بدیم، به خاطر اینکه اگه کارشون خوب نباشه لب و ناقرینه در میارن، رنگای خیلی عجق عوق براتون میزنن. هیچی دیگه، خلاصه حالا از پروسه هیلینگش هم براتون میذارم. امیدوارم که حال کنین و به این انجام بدین و شما هم حال کنین و دعا به جون من کنین. جانم به دلهای beauty lifting threads. What's here? A lot of needles. DR lipo. I don't know what is this. Yeah. What? Fillers. Noramis. Lipo again. Lots of stuff. I don't know. English Kelly Kelly. Hard for me to talk about. Yes. Onlarda Rus şekilio. Ben o kadar bilmiyorum. Kerime dastazı anti-aging zedde dert diye dostu niye evrak varmış. آقا من خواستم قبل فیلم بگیرم ولی متاسفانه دیگه وقت نشد. وقتی که این بی اس یار زدیم تازه فکر کردم که اینو فیلم بگیرم. خب حالا الان کاری که میخوام انجام بدم چیه؟ میخوام یه کوچولو سیب گونه بزنم. یه بار اینجا همو زدم ولی دوست ندارم که خیلی به سمت این برمیره صورتم که زیبه بشن دوست دارم که صورتم از جلو اینجوری قشنگ شاداب بشه از سمت جلو. یه کوچولو هم چونه رو میخوام بزنم. حالا از برکات داشتن خاله پزشک اینه که شما میتونید این کارا رو در منزل خودتون با کم ترین هزینه با نازل ترین قیمت ها با خفن ترین برند ها انجام Don't you mean? داشت دیشب عکس نگرفتیم اصلا. نگرفتیم، خوشگلم. چه کردی همه رو دیوونه کردی. این
شکم از آن همون شکمه. چطوری خوشگله؟ شما چطوری خان خوشگله؟ مایلا نکن بده بذار یه شرحی ازش بگیرم. بچه این کیفه رو ببینی؟ خیلی با منزه است. با تو دلم استوری رفت بالا. آقا این چیزایی که خوشمزه‌ای که تو ایرانه به قرآن هیچ جا نیست. اینا خیلی خفنه. بچه این جایی که جدید باز شده من تا حالا نیومدم. با دوستان جمع شدیم بیایم ببینیم که چطوریه. ولی دکورا خیلی خفن شده. من یه سال و نیمی بود نیومده بودم. خیلی خوشگل شده. ببین چه آینه کاری بالی. بچه ها من تا حالا این قسمت رو ندیده بودم در ایران که مثل دبی مال درستش کردن. از بالا میتونی کامل پایین رو نگاه کنی. بعد اونجا کلی شیرینی های خوشمزه دارن. این وسط هم دارن درست میکنن. بیکریه رو از بالا گفتم فیلم نگیر. من اومدم از پایین براتون فیلم بگیرم. تنوع فقط داشته باش جون ما. ببخشید. کیف میکنی از شدت تنوع محصول. بذار برم اون من رو براتون بگیرم. همینطوری تا این بر پر نونای فانتزی که اون سمت هم میشینن میخورن. ببین خیلی کیوته. هم با اقسام میوه ها رو داریم. من نمیدونم چیه. شیک داریم. میبارم اینجا تنوع غذایی داریم. چیه؟ 3,300,000 ما نمیتونیم قیمت ها رو بخونیم. مشکلی که تو ایران داریم اینه که قیمت رو نمیتونیم بخونیم. ولی از تنوع محصولات لذت میبریم واقعا. ولی نمیزنن زیاد فیلم بگیری. هر جا میری فیلم میگیری میگه خانم ببخشید اینجا فیلم برداری ممنوعه. یه در همین حد میتونیم ببینیم. شونات اسلامی از بالا رعایت میکنیم. قیمت چند اوقات ها؟ خیلی عالیه. برای حجاب اسلامی شونات. و جنس یعنی قشنگ تو ایران بی نظیره. خیلی خوشگله. هر جا هستیم بشه تابیم به ایران. 273 تومن. خیلی مغازش کیوته. اینو ما تو دبی دیدیم خدا تومن قیمتش بود. اینجا داره میده 1,700. خدای سلیقه ایرانی ها مثلا بی نظیره. اینا هم با حاله. سه تاشون با هم دیگه. این منم که کلن لوازم کادویی و از این چیزای با حال که براتون ضبط کنم. فیلمو میگیرم برای اونایی که ایران نیستن که شما فقط تنوع خوراکی ها رو نگاه کنین. خوراکی سالم ها. وای خدا این چیزکیکه. خدای من ایلی خوب شده. خدایی تنوع خوراکیجات خفن بسیار. کوکیاشو نگاه کن چقدر خوش سلیقه. چه بسته‌بندی قشنگی. به به خیلی همه چی با سلیقه و خوشگله. بسته‌بندی عالی شده. سلام یه شنبه برای تو آبم بگیرم.